به نظرم بهترین ناکاوت تاریخ هست و تموم میکنه کار رو. تراینگل رو مال خودش میکنه اندرسون سیلوا. گفته نمیدونیم. سپینینگ هل کیک و کمونه کرد خودش پرد شده برای دیگه. نیروی گریزم مرکز به زبان تصویر. کجا رفت دوستمون؟ ریا نکت چوک میخواد بکنه حریف رو میبینه اصلا نه. زوری نداره. به دوربین اینجوری میپره. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم چند تا از صحنه‌های خفن و ماندگار MMA رو بهتون نشون بدیم. صحنه‌هایی که واقعا ناکاوت‌های عجیب غریب توش هست. یکی از خفن‌ترین ناکاوت‌های تاریخ اینه. پارو میگیره همونو میزنه ضربه رو. اصلا مگه داریم همچین ناکاوتی؟ به نظرم بهترین ناکاوت تاریخه. زیباتر از این مگه داریم؟ پارو میگیره همونو برمیگرده ضربه میزنه. واقعا اصلا تو پلی استیشن هم زدن این ضربه سخته. نقطه ای بانگ فلاش ناک اوت. وحشتناک. مبارزه بعدی پتیس ببینید چه میکنه اینجا. پارو میزنه به فنس و همونو شروع میکنه ضربه زدن به صورت و تموم میکنه کار رو. تموم میکنه کار رو. این یکی از خفنترین ناکاوت های تاریخ UFC بود. تاریخ UFC. پارو میزنه به فنس، همون پارو میزنه به فک و کارو تموم میکنه به تیس. واقعا عجیب غریب بود. خب زنگ تفریح رو بریم ببینیم. آلیستر اووریم، کسی که مشتاش بسیار قدرتمنده، یه نفر میاد اینجا میگه نه مشت محکم بهم بزن، اینجوری مشت بهم نزنید دیگه لطفا. آلیستر اووریم یه ذره محکمتر میزنه. ببینید اولوپس خداحافظ. یافراگ چسبید به فک. خداحافظ. خدا قوت پهلوان. مبارزه اندرسون سیلوا، اندرسون دی اسپایدر سیلوا در مقابل سانن. دو تا از بهترین ها. سانن کشتیگیر خیلی خوبی. اندرسون سیلوا رو میاره در خاک. اندرسون سیلوا شروع میکنه به چند تا ضربه زدن در خاک بهش، ولی واقعا ساب میشن کار خوبیه. تراینگل رو مال خودش میکنه اندرسون سیلوا، از آن خود میکنه، میخواد خارج بشه سانن ازش. با فشاری که داره میاره با پاش همونجا دستم مال خودش میکنه، آرمبار هم میزنه همزمان، هم آرمبار هم تراینگل و تمام. فرانکی ادگار یه دونه فلای نی و تمام و تمام. یکی از خفنترین ناکاوت ها. کسی که این همه سال بهترین بود و کمربند لایت ویت رو داشت، اینجا ببینید چه جوری فلاینگ نی میخوره. تایمینگ دقیق و زیبا. و خدا حافظ فرانکی ادگارد. فرانکی ادگارد اسطوره رو تمام میکنه. فرانکی ادگارد هم خیلی مبارزه کرد. پررا رو ببینید. میشه پررا این که اصلا کلا نینجا موده، یعنی چیت زدن با دست نینجا. نگاه کن فعال شده نینجاش، کلا یه فنر تو بدنش گیر کرده. نگاه کن واه بابا مگه داریم. گیر کرد به قلاب مایه گیری. واقعا پررایس عجیب غریبیه. کلا نمایشی ضربه میزنه. و کانر مکگرگر اینجا چه ترشتاک هایی میکرد با خبیب. چه ترشتاک هایی میکرد باش. خبیب اومد بهش میگفت آقا حالا حرف بزن با هم. تو خاک میگفت حالا با هم حرف بزن، چرا حرف نمیزنی؟ خدایش هم خوب باش کار کرده. تا قبل از راند چهارم خوب کار کرد. دیگه اینجا رفت پشتش سر و گردن مال خودش کرد. مگه ول میکرد؟ داور تموم کرد دیگه ول نمیکرد. دستو به زور وار کرد هرب دین و تمام میکنه کار رو. دوباره اندرسون دی اسپایدر سیلوا در مقابل ویکتور بلفورد. یه های کیک میخواد بزنه موفق نمیشه. تمرکز میکنه پای پشتش رو نگاه کنی بوم میزنه و فرانت کیک و تموم میکنه کار ویکتور بلفورد. یکی از بهترینای تاریخ هم بود ویکتور بلفورد. اندرسون سیلوا که دیگه میدل ویت رو واقعا درو کرده بود. نداریم این همه برد پشت سر هم مثل اندرسون سیلوا. کاش پاش نمیشکست و اون اتفاق براش نمیافتاد. واقعا سوپر استار بود. سوپر استار میدل ویت مثل اون دیگه نیومد. آدسانیا هم مثل اون نشد. مبارزه بعدی بر زیرگیری اقدام میکنه. باتربینو میاره در خاک. یکی از بهترین بوکسورا رو چک. جوفوا رو بگو. جوفوا اومد بره رو باتربین. به سرعت خارج میشه. پارو مال خودش میکنه سلطان ساب میشن و تمام میکنه کار رو. خب این همه فایت گذاشتیم، صحنه خشن بود، بریم بذاره صحنه لطیف هم ببینیم. درسته که فایترن، رقصش بینم خوبه. فکر کن تو فیس آف میخواین روبرو همدیگه قرار بگیرن، حالا این یه بندری حالا اون یکی، یه غیر از این ور یه غیر از اون ور، همه هم بغل میکنن. یوهو یادشون میفته باید دعوا کنم با هم. حالا جلو هم دیگه قرار گرفتن فیس تو فیس.
مبارزه بعدی هم دیگر رو دارن میسنجن. یه های کیک اومد بزنه که من فقط نشد چقدر بابا این کایتن، این کایتن بود دیگه، علنن فن کیوکوشین رو زد. وبستر کیک هم بهش میگن، چقدر زیبا اجرا کرد، نگاه کنید بوم میخوابونه به کله و تموم میکنه کار رو، تموم میکنه کار رو. رول زدن رو هوا رو ببین، بوم با کف با چک زد به فک و تموم کرد کار رو. هولی هوم روندا روزی سوپر استار خانوم ها. مبارزه آغاز میشه. خیلی ایستاده خوبی داره هولی هوم. اینجا ببینید یه دونه های کیک میزنه و خداحافظ روندا روزی، خداحافظ روندا روزی. هیچکی باورش نمیشد، تموم میکنه کار روندا روزی رو هولی هوم. خودش هم باورش نمیشه، انقدر خوشحاله. یهو به خودش میگه زیاد خوشحالی نکن بس. ایلانگ با شلوار زرد از شاگردای معبد شاولینیه و اینجا هر چی ضربه بهش میزنه مثل اینکه اینم چیت زده، زده ضربه شده. میبزن نگاه کن، تق تق تق، حریفش با آخرین قدرت میزنه، اصلا انگار نه انگار. بابا این واقعا سوپر هیروه، یکی از آدمای ادونجر باید بشه. فیلمه بود ادونجرز چی بود، خیلی خفن بود واقعا. ایلانگ عجیب غریبه. کانر مکگرگر، اینم فلوی مانی مین ودر که درو کرد. مستند جفتشون رو گذاشیم در همین کانال، برید ببینید. هم مستند کانر مکگرگر رو کامل گذاشیم، هم فلوی مانی مین ودر، بهترین بوکسور سبک وزن تاریخ. اینجا مبارزه این سرین که دست چپ که چپ که چپ وایساده با امیر علی اکبر مبارزه کرده بود. اینجا حریفش میاد ماچش میکنه، ماچ میکنی پق و خدا نگهدار دیسکوالیفای شد. با اینکه زد حریف رو ناک اوت کرد، حریفش ناک اوت شد با همین یه ضربه. خداحافظ. بوس میکنی همینا، بعد میگم بوق زدی بعد سوار کنی، سوار کرد تموم شد. حالا این حریفی که سمت راست داره ناکنید، خیلی داره ادا اصول در میاره. ببین هی ادا اصول میگه بیا جلو بزن، بیا جلو بزن، ادا بازی بیا جلو، خبره بازی، یه ضربه میخوره و تمام و تمام. ام ام ای بی رحمه، مواظب باشی، ام ام ای بی رحمه. اینم به افتخار دوستمون گذاشتیم که همه میشناسید، همچین کاری کرده بود. گفتیم ببین خانوم ها میکارو میکنن دیگه، اسمشو بنویسید. بیچاره این مایتابه ها که گیر این فایتر ها افتادن چند وقته. کانر مکگرگر در مقابل جوزه آلدو کانتر پانچی میزنه. اینجا ببینی کانتر با تعریف کانتر پانچ در حمله حریف با دست چپ اون ضربه مخصوصش رو میزنه که تفنگ کانر مکگرگر و تموم میکنه کار جوزه آلدو رو. اینجا کانر مکگرگر ترکید تو دنیا، ترکید. مبارزه بعدی براک لزنر، مستند براک لزنر هم براتون گذاشتیم، حتما ببینید. ضربات پیاپی که اینجا داره میخوره و همه گفتن دیگه تموم شد، شین کاروین برد. شین کاروین شورت آبی داره، خیلی ضربات خوبی میزد، بدون باختم بود. و بعدش آرم تراینگلش میکنه براک لزنر. الکساندر گوستافسن وسط قفس مبارزه، حالا زانو بزن، حالا زانو نزن، کی بزن، همه تشویق. صحنه رمانتیکه دیگه، برین خلاصش رو میبینی. دوستمون که اومد بیاد توی فیس آف، همون اول افتاد زمین و گوشی خورد زمین و کلان همه چیش به هم خورد، پاشد خودش هم از آب و تاب ننداخت. ریلکس بکن، برای فایت میخوای بیا اینجوری میشه. قبل از مبارزه دیدی داور سری نکاتو میگه، اون دوستمون اصلا توی دنیای دیگه است. نگاه کن داره واسه خودش راست باز گوش نمیکنه، داور میگه آقا با من حواست هست، آقا آقا رفت، آقا هوی. اینجا جنگ ویلی داره با جوانی اوم چک چک، جوانی اوم چک چک داره باش حرف میزنه، جنگ ویلی نمیفهمه، بهش میگه خفه شو، شاکی میشه. حالا شاید چیزای محبت آمیز داشته میگفته، نمیدونیم. سپینینگ هل کیک و کمونه کرد، خودش پرت شده برای دیگه. نیروی گریزم مرکز به زبان تصویر، کجا رفت دوستمون؟ یکی از نکته‌های مهم اینه که ضربه رو می‌خوای بزنی یه احتمال بدی ممکنه هم نخوره، خودتو بدون جمع کنی. مایکل ونوم پیج چقدر قشنگ فلاینی نقطه‌ای می‌زنه و
دربو داغو میکنه میدوه اونجا میگه لطفا اسباب بازی منو بدین، کلا رو میذاره سرش، این اسباب بازیش هم میگیره، فکر کنم بازی رو برده، یه قلم میده اونجا، اصلا هیچکی نفهمید این کار سایکو یعنی چی. ریا نکت چوک میخواد بکنه حریفو، میبینه اصلا نه زوری نداره، به دوربین اینجوری میفهمه یعنی چی اوکی، چون میدونه ثانیه آخرام هرچی حریفش هم خیلی شلوول گرفته این کارو. پشتک دوستمون و میخوره زمین، الکی عدد در میاره که تشنج شده. این چه فیلمیه؟ این هم پدی پیمپلت و این رقصش که بعد از مبارزات میره، خیلی هم بانمکه، اهل لیورپول، کلی طرفدار داره، خوبم داره میتره که الان ناناسیه واسه خودش، ولی فایتر خوبیه، فایتر خوبیه واقعا، خوبم ساب میشن میکنه حریفاشو، زیباییه ولی نمایش فایت واقعی نیست. کامرون عثمان بغل ادوارد، ادوارد هی داره نگاه میکنه کمربنده رو کش بره، عثمان فهمیده اینو میگه بیا بگی بابا اصلا تا اومد بگیره میره، میگه بیا اینجا ببینم بگم میخوام من فایت کنم شکیل و نیل. خب این خانومه پلنگ، پلنگ صورتی هست، اصلا میگفتن این فایتر خیلی زیباییه ولی به نظر ما که اون پلنگ صورتیه دیگه، شبیه به اینا هست. برو هم دیگه وایستادن چش تو چش، پلنگ صورتی. این دوستمون هم خیلی نازه، این محمد خوردادی هاشو نشونه تو فایت، تو فایت، در فایت میخندی. خب نشون میده که من اوکی اوکی هم، فکر کن پشت ممکنه هر دسته ریل نیکت چوکت کنن ها جلو دوربین. این هم مایکل ونون پیج یه ضربه میزنه و ادا شروع میکنه، ادا اصول در آوردن، یعنی واقعا هرسی در میاره از فایترهای روبروش، ضربه میزنه بعد میرخصه، حالا تناب، تناب فرضی مسخره بیاد حریفش میخواد دعوا کنه بعدش میگه بابا کلا تو فایتیم دیگه، اونور نگاه کنید دستش رو چی میشه، بانک مرد به کله عوامل صحنه اصلا نگاه کنید، طرف اصلا برق از سفازش پرید نفهمید چی شده، به راهش ادامه داد. اسرائیل آدسانیا میاد اینجوری لباسشو پاره کنه و پاره کنه بده بیرون دیگه در نیاره، جر میده هر چقدر میخواد آخرشو جر بده جر نمیخوره، با قیچی هم باز نمیشه، چه کاری از بالا درش بیاد دوباره پرد کنه، برنامه ریزیش به بقاطر اسرائیل آدسانیا نم گربه فایتر، گربه فایتر خوبی هنها، دستاشون خوب کار میکنه. این دوستمون یه اندازه یه شورت وز کم زیاد داشته، میخواسته کم کنه ببین چجوری اومد، ماشالله عوامل پویستانه در نشت میکنم اونجا با یه سینی قابل نداره، یکی اونم با سینی اومد نم بجه اینکه آب معدنی رو بزنه لوکی کرد، مانفگارد رو پرت میکنه، خوشحالی میخوره تو کله فیلم بردار. اون فیلم بردار دیگه ای که داشت از این فیلم بردار فیلم میگرفت چه دنده ای داده به این فیلم بردار، میره پشت حریف خوشحاله، تو بد پوزیشنی خوشحاله، دوتا آرنج میزنه، خیلی با مزه خندید تو این پوزیشن. خب این دختره طرفدارای فایتر هست، میاد باش عکس بگیره، نیا کنی چقدر بانمکه جلوش پایی نیسته، خیلی بانمکه، هم خوشحاله هم ترسیده، واقعا موزه بود، نیاز داشتیم، دوز خشونت اینجا خیلی بالاست. بوکس، اینم رایان گارسیا که دوست دارین، یه اوورهند یه آپرکات و حریف رو ناکاوت میکنه و از همه بالتر حریفی که ناکاوت شده انگار تیتاب بهش دادی، یوها نگاه کن یه دونه اوورهند یه آپرکات ناکاوت شدن گیج و ویج، یوها فهم میکنه تو بهشته چی بابا ناکاوت ناکاوت شدی، خوشحالی فلش رو نگاه کنید، دستتو بردارید چی جوری گرفته بود دستشو، این مدلی داور اومد محکم افسری زد، یه آرنج دیگه داره میفته، داور تو مسیر گرفتش کلش نخوره زمین، دم داور گرم خدایش، اما ضربه آرنج 100 تا از ضربه زمین بدتر بود، ببین بوم بچلی زد داور رو، ببین یک داور رو بگیره چقدر قشنگ رفت، داور اومده تر از فایتره بود، کلش نخوره زمین باری کلا. اینجا پشت ناکنین گیلبرت برنز یه دست میزنه پشت کله کامرون عثمان، داره تو دوربینا نشون میده کچل دیگه دوست شوخی دارم با هم، شوخی دارم نیکولاس کج. خب اینجا ببینید فن
نیبا رو میخواد بزنه، لگلاگ میخواد بکنه، یعنی کروکودیل دارن میپیچن به هم. این بپیچون بپیچ. باب سب با آکیبونو لباسشو پرت میکنه، میخوان قاطی کنن با هم. دو تا نقلی اومدن باب سب رو بگیرن. نه باب سب اصلا خندش گرفته. باب سب رو نگاه کنی خندش میگیره. دو تا نقل اومدن این 190 کیلو رو بگیرن. خندش گرفته ای داره اینجوری میکنه آقا یکی بیاد ما رو درست بگیره. باب سب مرد همیشه در صحنه و بازنده. این دوستمون به حالت بسیار عجیب غریب داره وارد میشه. این حالت چیا بود؟ وایکینگا بودن؟ گلادیاتورا بودن؟ نمیدونم. داور بهش میگه آقا وایس لباسا رو در بیار میخوای. جوگیر که به این میگن وایس آقا بس تا اینجاش. کانر مکگرگر این دادای معروفش واقعا یه لول اضافه کرد به یو اف سی. همین یه نفر چه کرد؟ این خیلی باحاله. دی سی ام ام ای نگاه کنید، دنیل کورمیر میبینه خانومه داره میخوره، میگه دستمال میخوام، میگه دستمال میخوای؟ یارو رو ببین داشت مصاحبه میکرد. این دیگه تش بود خداییش، یارو هنگ کرد. خانومه گفت دوباره اوکی هم دوباره با هم ببینیم اینو. گیجی هم هنگ کرده بود، فکر کن داری مصاحبه میکنی ریلکس، یارو رو گفت لباس و جرد لباس یارو رو طرف بیچاره جلو رفیقاش چقدر هم زایه میشه، داشته مصاحبه میکرد هیچ کاریش هم نمیشه کرد، اونو هیچ کاریش نمیشه کرد. دوستمون هم به جای اینکه رو بندازه اینو زیر بره به زورم لباس میده پایین بعد رو باشه و پلنگ صورتی که با هم دیدیم WWE دیدیم، مارکت ورون پیج هم دیدیم. دوستان لطفا ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید، هر برنامه جدید داشتیم بتونید مشاهده کنید. یعنی جزء برنامه فانمون بود، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این برنامه. از پلیلیست هم غافل نشید، برنامه های جالب داریم، برنامه های جدی هم داریم، مستند فایتر و منتخب فایتر و برنامه فان زیادی هم داریم. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید، دمتون گرم، خدا نگهدار. این بخوام مشت بزنم هم لباسم پاره کنم بسون ولش کن.